سلام عزیزان، به کانال آشپزی املکتی خوش اومدین. امروز تصمیم دارم کباب مایتابه‌ای یا کباب دیگی آموزش بدم خدمت شما دوستان. بعد از معرفی مواد اولیه کارمون رو شروع میکنم. گوشت چرخ کرده که مخلوطی از گوشت گوسفند و گوساله است 400 گرم، روب گوجه فرنگی، دو قاشق سرپر غذاخوری، پیاز یه عدد متوسط، سیر یک حبه. البته میتونه از پودر سیرم استفاده کنی یا اگر ذائقتون جور نیست اصلا میتونه سیرم نزنی، ولی کلا طعم خوبی به گوش میده. فلفل دلمه‌ای نصف، نمک، فلفل، پودر کاری و زعفران به میزان لازم. من امروز تصمیم دارم برنج حالت کته ولی تدیک دار درست کنم، به اصطلاح کته برگردنه تدیک دار، که خوبی که داره این برنج باعث میشه که اون به اصطلاح ویتامینایی توی برنج به موقع آبکش کردن از بین میره ولی توی کته بمونه، و حتی زمانی که ما عجله داریم و یا مهمون ناخونده اومده میخوام برنجمون مجلسی شه میتونیم کته برگردن درست کنیم. من امروز 4 پیمونه برنج خیس کردم و برای 4 پیمونه برنج قدیمی و کهنه رو معمولا 8 پیمونه آب میبره، ولی من اینجا 4 پیمونه رو 6 پیمونه آب میریزم و نمکشو از مقدار کته کمی بیشتر نمکشو میزم، شور نه خیلی نه، یعنی از کته یک کم بیشتر میریزم. و تدیک نونمون امروزمون تدیکمون نون تافتون کوچیکه که میتونی شما هم از لواش استفاده کنی و هم از سیب زمینی استفاده کنی. من پیاز و بارنده کوچیک با سنت رنده کوچیک رنده میکنم یه عدد پیازمونو، چون اگه بارنده درش رنده کنیم توی گوشتمون اون به سر پیازا زیر دندونی. یه حبه سیرم رنده میکنم، گوشت رو به پیاز و سیر رنده شده اضافه میکنم، نمک، فلفل، کمی پودر کاری و اینا رو کاملا با هم ورز میدن به این شکل. اگر پیازتون خیلی آب انداخته باشه میتونید نصف از اون آبی که پیاز رو رنده کردین آب انداخته میتونید نصفش رو به اصطلاح خالی کنید، ولی من چون پیاز کم آب انداخته بود و با همون آب کمی که داشت با هم ورز میدن، چون باعث میشه که کبابمون ترتر و خوشمزه تر بشه. بعد از اینکه کاملا اینا رو با هم ورز دادم، بس که گوشت رو ورز دادم دوستان، من زردچوبه رو فراموش کردم خدمت شما دوستان بگم، من حدود 1.5 قاشق مربخوری زردچوبه هم اضافه میکنم کاملا اینا رو با هم ورز میدم تا یک نباشه. من بعد از اینکه گوشت آماده میشه نیم ساعت الی یه ساعت استراحت میدم تا اینو مزه ها کاملا به خورد هم بره، یعنی خیلی خوشمزه تر میشه. اگر زمان نداری میتونی بلافاصله درست کنی، ولی اگر زمان داشته باشین و اینا رو نیم ساعت تا یک ساعت زمان بدین میبینید چقدر کبابتون لذیذ تر میشه. من گوشت رو بعد از اینکه یک ساعت استراحت دادم کف مایتابه میذارم و به طور یک نواخت تو کف مایتابه این گوشت رو باز میکنم. کباب مایتابه هر چقدر نازکتر باشه لذیذتره. من بعد از اینکه کاملا گوشت رو باز کردم بعد برش میزنم و میذارم برای آماده شدن. من بعد از اینکه گوشت رو کاملا کف مایتابه به اصطلاح یه دست باز کردم، حالا میام گوشت رو به تیکه هایی که میخوام برش میدم. به این شکل رو برش میدم. بعد مجددن یه ذره فاصله میندازم، چون وقتی میره روی حرارت گوشت طبیعی جمع میشه، وقتی که یه ذره فاصله میندازی بینشون کمتر گوشت جمع میشه. بنشین. کباب مایتابه فوق‌العاده غذای لذیذیه و تو تایم کم میشه آماده کرد. به
این شکل. من برنج رو گذاشتم روی شعله متوسط رو به زیاد تا این برنجمون بریشه و آبش کشیده بشه و بعد از اینکه آبش کشیده شد نحوه آماده کردن کت برگردونو آموزش میدم. برای کبابمونم روغن مخصوص پخت و پز ریختم، در مایتابر رو گذاشتم تا این روغن جذب کبابمون بشه. وقتی که یک طرفش کمی سرخ شد من بند میگردونم و بعد مراحل بعدی هم میاد توضیح میدم. برای تدیه من کمی روغن ریختم تا قابلمه، نمک، یه قاشق مربا خوری زعفران. شما میتونید اگر دوست داشتین به جای این زعفران از یه قاشق آب استفاده کنید. بعد که اینو کاملا سطح قابلمه رو پخش کردم، تدیه که میذارم یه طرف نون رو به روغن آغشته میکنم، مجددا بند میگردونم، میذارم تا کمی این تدیکمون به اصطلاح سرخ بشه. برنجمون به این مرحله رسیده، بعد آبش کاملا کشیده شه ولی نه در حدی که بچسبه به قابلمه، فقط آبش کشیده بشه. کبابمونم به این مرحله، اگه توجه کنی اون فاصله هایی که انداختم باعث شد که این کبابا جمع نشن، یکم به راحتی از همدیگه جدا بشن. به این شکل من کمی که اون گوشت خودشون رو گرفتم برمیگردونم تا کمی هم اون طرف کبابمون رنگش تغییر کنه، سرخ نه، کمی رنگش تغییر کنه کافیه. اگه توجه کنیم کاملا آب برنج کشیده شده و الان آماده است که ما داخل این قابلمه که روش تشت تدیب گذاشتیم برگردونیم. ببینید اصلا هیچ آبی نمونده و اصلا برنجم نچسبیده به قابلمه. حسن این برنج اینه که دون مثل آب کش در میاد. من بعد از این که برنج رو از این قابلمه به اون قابلمه کردم روغن میریزم، بلافاصله دم کنی میزنم چون اصلا نیازی نیست بخار این برنج بلند شه این پلو، چون که خودش کته است، کاملا بخار تو خوردش رفته. بش روبی که داشتیم تقریبا دو قاشق سرپل روب، روب گوجه فرنگی داخل یه لیوان میریزم و این روب رو کاملا با این آب مخلوط کنم. کمی که باز شد بقیه آب رو اضافه میکنم، تقریبا یک لیوان. روب رو داخل کباب میریزیم، من فکر کنم کمی دیگه نیاز آب بریزم. فلفل دلمه‌ای هم که داشتم داخل مایتابه میچینم. فلفل دلمه‌ای هم کاملا ذائقه‌ای و سلیقه‌ایه ولی عطر و بوی خوبی به کباب میده. شعله رو متوسط میذارم و اجازه میدم که این روب و کباب و اینا با همدیگه کاملا بپزه و به سرخ شدن بیفته. حالا مراحل بعدی هم میام نشون میدم. دوستان ماست و خیار کنار کباب مایتبه ای فوق العاده با هم دیگه خوشمزه میشن. من توی فاصله تا کباب و برنج حاضر شه طرز تهیه ماست و خیار رو بهتون آموزش میدم. مواد اولیه نعنا، گردو و کشمش به میزان لازم، خیار 4 یا 5 عدد، ماست. شما هم میتونید خیارا رو کلش رو پوست بکنین، هم میتونی به شکل راه راه پوست بکنی، اینم سلیقه‌ایه. حالا من یکیشو کامل پوست میگیرم، یکیو به شکل راه راه. من معمولا ماست و خیار رو رنده نمی کنم چون که خیارا بعدا که داخل ماست آب میندازه، به خاطر همین
نگین خورد میکنم، نه خیلی درشت نه خیلی ریز. به این شکل خیار بعدی هم که به شکل راه راه پوست گرفته بودن اونم خورد میکنم. توجه کنی نه خیلی ریز نه خیلی درشت. نگینی من بعد از اینکه خیارا رو خورد کردم نعنای خوش و کشمش رو اضافه میکنم، گردوها رو خیس میکنم و با رنده درشت رنده میکنم. به این دلیل خیس میکنم، وقتی که خیس میکنین گردوها رو زمانی که داری رنده میکنی نمیپره و خورد نمیشه. همین با رنده درشت رنده میکنم و به خیار و کشمش نعنا اضافه میکنم. رنده شده رو اضافه میکنیم. ماست هم اضافه میکنیم. کاملا با هم مخلوط میکنیم. نمک، فلفل هم در صورتی که دوست داشتیم میتونی فلفل اضافه کنیم. به این شکل کاملا مخلوط میکنیم. من کمی دیگه مجدد ماست میریزم. به این شکل ماست و خیار ما آماده شد. که وقتی به این مرحله رسید کاملا روب با گوشتمون مخلوط شده. من برمیگردونم طرف دیگه کبابم مزه دار بشه. بعد که سرخ شدن شعله رو خاموش میکنم. کباب رو وقتی یک طرفش کاملا سرخ شد برگردوندم، بعد طرف دیگه‌ش هم سرخ شد. کباب ما آماده است. دوستان من برای دورچین کبابمون گوجه‌ام جدا سرخ کردم و چون کبابمون کمی خشکه طعم خوبی میده. میتونین اگر دوست داشته باشین در کنار کبابتون گوجه هم سرخ کنین و میل کنین. عزیزان غذای امروز ما آماده است. امیدوارم این غذا رو طبق دستور من درست کنین و میل کنین و لذتش رو ببرین و لطف کنین کانال آموزش امکتی رو به دوستانتون معرفی کنین.